نمیتونید؟ اصلا برای شما بوده؟ من فرق میکنم. من عاشق خواننده هایی مثل سلین دیون بودم تمام عمرم. خب. و وقتی که من فکر میکنم وقتی برنامه اجرا میکنم من خیلی آدم رمانتیکی هستم. مشخصه. و جدا صد درصد کاملا همه بینندگان متوجه میشن از چهرهتون. خب. ولی به خاطر همین وقتی حتی رو صحنه هستم آهنگایی که اجرا میکنم خیلی آهنگای رمانتیکی هستن. وقتی تو ویدیو اکت میکنم، البته این اولین ویدیو من بود که واقعا خودم خوندم، فکر کنم اونجا هم حالت چشام یعنی رومانس تو صورتم هست. و خواننده واقعا خواننده نیست که بگم این منتور من بوده یا این خواننده واقعا چی روش بگم من اینسپایر کرده. خواننده خیلی زیادی بودن، اما من فکر میگم کاری که انجام میدم همونجا که تارا جون گفت کار خودمه. من واقعا رومانتیکم و این میاد بیرون. درست. چه در خوندن، چه در رقصیدن، چه در صحبت کردن. فکر کنم باری کردم. شما چیزی میخواید تو کامل بکنی؟ نخیر. خیلی ممنون. یک خواهر جدی با یک خواهر رومانتیک. حالا چطور شده که تصمیم گرفتیم با هم کار کنیم؟ چون شما انگلیسی میخوندی. بله. و ایشون تو دنیای ترانه های ایرانی بود. بله درست شد. خب من فکر کردم این میتونه یک کار جدیدی باشه. به خاطر اینکه داریم دو تا خواهر که بودن، ولی خب با هم شاید برنامه اجرا نکردن یا اگر کردن خیلی کم بوده. خب سوفیا بسیار صدای مخملی داره. شما ما یک آهنگی داریم، یک آهنگ ایرانی با هم خوندیم، بسیار آهنگ ترادیشنال خوشگل رقصی ایرانیه. اونجا صدای ایرانی سوفیا رو خواهید شنید. حالا به زودی این ویدیو به بازار خواهد اومد. ما فکر کردیم اینکه این کار میتونه جالب باشه، ولی در این حال ایشون قراره که کارهای خودشون رو در آینده به بازار عرضه بدن، من ممکنه یک کاری رو خودم تنهایی عرضه بدم و اینطور نیستش که ما دیگه همش با هم کار کنیم یا با هم کار نکنیم. درست. ولی به هر حال کار کردن با هم شده الان جزئی از برنامه ما. خیلی ان شاء الله ببینیم که بازده فنامون چطور خواهد بود و انرژی بگیریم و به این کار ادامه بدیم. خیلی خوبه. سوالای زیادی من دارم دوستان عزیز. 1، 2 و 3. ولی حالا میخوام بدونم که آخرین باری که شما رو بکشیم بیشتر اتفاقا شما رو بشناسن، مردم دوست دارن. ببینید خیلی از طرفداران شما میدونید که ما داریم در مورد طرفدارای صحبت میکنیم که توی لس آنجلس نیستن. بله. اوکی. خب و اینها از دور آهنگی رو میشنون، ترانه میشنون، اکتی رو میبینن، یا خوششون میاد یا بدشون میاد. درسته. خب خیلی از موقع این قضاوت‌های درستی نیست. و زمانی که میشینه اون آرتیست صحبت میکنه در مورد موضوعهای مختلف صحبت میکنه، من به کرات دیدم که خیلی خیلی بیشتر تو دل طرفدارای خودش جا باز کرده، به خاطر اینکه خیلی از حرفایی که داره میزنه رو که توی موزیک ویدیوش نمیزنه یا توی ترانهش نمیگه. نه دیگه، دقیقاً شما درست میگین. مصاحبات تلویزیونی به خاطر همینه که من و سوفی تور تلویزیونی گذاشتیم. به خاطر که خود ما در دنبال کالارادو زندگی میکنیم یه خورده دورتر هستیم. درسته. امیر عزیز، و وقتی که اینجا میایم واقعا اسکجول برنامه ما اینقدر فشرده است که اینو بهتون جدی میگم، شاید در این من که الان 3 هفته هست اینجا هستم. درسته. ولی سوفی 2-3 روزه که منو جون کرده واقعا فرصتی حتی برای خوابیدن نمیمونه. ما این تور تلویزیونی رو گذاشتیم که خودمون رو بیشتر به همونطور که شما گفتیم به طرفدارانمون بشناسونیم، با این سوالهای قشنگی که شما میکنین این فرصت به ما دادین. نه جدی میگم، اصلا اغراق نیست که اونها هم راجع به ما بیشتر بدونن. صحبت. که از لحاظ مثلا یک پرسن تارا چطور هست، نه درسته. کسی که فقط تو ویدیو ها میبینن. درسته. آفرین بهت. جاودان تیوی به روی اینترنت javedantv.com. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیرید. در ضمن اگر می‌خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهمو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. سرم فکر سر کوی تو دارد، هوای دیدن روی تو دارد،
دارم، هوای دیدن روی تو دارم، خیالت رو سپس میگیرم آغوش، که آغوشم فقط جای تو دارم. چی میشد عزیزم هر شب به نستم آیی آیی سقمت بسوزم. نظر شما که خانم با احساسی هستین به این سوال گوش بدین، ولی اول از شما میپرسم مردها با احساس دارن یا زنها؟ به نظر من آقایون رمانتیک تر از خانم ها هستن. من اینو نگفتم که شما خوشحال بشید، دلیلشو میخوام بهتون بگم. مرسی. از تجربتون خب مشخصه دیگه، اینجوری تجربه مشخص بود برام که مردها با احساس به خاطر اینکه به نظر من، البته این نظر شخصی منه، خدا نکردی دفعه نه خانم ها نه آقایون، نه برای نظر خودشون، نه برای خوشحالی آقایون، نه برای ناراحتی و خوشحالی خانم هاست. من فکر میکنم وقتی یه آقای یک خانومی رو دوست داره، اصلا براش مهم نیست که این خانم چه کار است، چقدر درآمد داره، سطح تحصیلاتش چقدره. یعنی بهتون جدی میگم، وقتی واقعا یک زن رو دوست داره، همه کار میکنه که به محبت اون خانوم دست پیدا کنه. ولی خود من به عنوان یک خانوم، مثلا اگر بخوام با آقای آشنا بشم، سطح تحصیلاتش برام خیلی مهمه، یه سری چیزای جانبی برام مهمه. نمیگم که پول مهم نیست، یا نمیگم خیلی مهمه، یک مقدار مهمه. واقعا من اصلا آدم متریالی نیستم خدا رو شد، ولی منظورم که خانم ها بیشتر یک آقا رو زیر ذره بین میذارن و تا به اون عشق برسن یک سری چیزها ملاکه، متوجه هستین؟ ولی البته برای آقایون هم بعضی وقتا هست، درست. ولی این ولی چیزی گفتی خیلی دارم که واقعا وقتی یک آقای قلبا یک خانم رو دوست داره، اصلا براش مهم نیست ایشون پول داره نداره، خانواده‌اش حالا چی هست، تا یه حدی ها. بازم کلی نمیگم، خب خواهش میکنم اینو اگنس نه 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 نظر خودت، حالا سوپر نظر این نظر منه که آقایون رمانتیک ترن. مرسی. حالا شما نظر منو فکر میکنم دوستش نه بگید من دوست دارم. چون شما خودتون آدم رمانتیک و با احساسی هستین، احتمالاً حس میکنید که خانم ها اینطوری بیشتر. بله، دلیلش هم اینه که من خیلی ها رو دیدم، خیلی از خانم ها که متاسفانه شوهرشون رو شاید دست داده باشن، ولی سالها اون عشق رو فراموش نمی کنن. اما آقایون؟ آقایون معمولا فراموش نمی کنن. خب حالا خیلی خوبه که نظر روانشناس برنامه رو هم بعدا در مورد این رو بیرد. آقایون تو وقتی زنده هستی بهت کیر می کنن. آره، من دو طرف هست، من واقعا فکر می کنم دو طرف هست. من فکر می کنم خیلی آقایون هستن که بسیار بسیار رومانتیک هستن، و همینطور خانم ها. بستگی داره شما عشق رو چجوری واقعا مژور کنید. عشق یه چیزی که خیلی کامپلیکیتده. من خیلی دیدم که آقایون رومانتیک ترن، بعضی هم دیدم که خانم ها واقعا با همه جوره طرفشون میسازن. مرسی. میسوزن. میسازن. خیلی 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 سر نخواستم یار تو سفر نخواستم یه سر و هزار سودا داره من درد سر نخواستم یه سر و هزار سودا داره من درد سر نخواستم خونم تو شیشه میگیره همش بهونه میگیره یه نو که پتا خونم میاد نشسته زود میخواد بره میگن همسایه ها آقا بالا سره گلای رنگ و رنگ برو نمیخره برو نمیخره بالاخره آقا خواستین یا نخواستین نمیدونم، ولی ما این دو عزیز رو خواستیم و به هر حال انتظارش رو هم کشیدیم تا اینکه بیان در استودیو و باهاشون مصاحبه بکنیم. من چند تا کلمه میخوام بگم. اوکی، شما یه چیز مطلب خیلی جالبی بینندگان عزیز بهتون بگم. اکثر هنرمندان که میان میگن آقا تو خدا سوالات بده نگاه کنیم فلان اینا، این دو نفر اصلا نپرسیدن سوالات چی هست، نه اینکه خواستن نگاه کنن. من اینو گذاشتم اینجا، رفتم از پشت شیشه هم نگاه کردم، نگاه نکردن سوالات چی هست. اینجا ما هیدن کامرا دوربین مخفی چند تا داریم، خدا رو شکر ما کاری نکردیم. خب من میگم، دوستان بینندگان که منو میشناسن میدونن که من روکم. میگم حالا من چند کلمه دارم. خب در مورد این کلمه ها میخوام ببینم که شما خودتون یه کلمه یه جمله بگین. خب اوکی اوکی آقا لاجی، قبل از این من کم یه سوالی بکنم. صد درصد.